همیشه به خاطر کسب تحصیل جوانای ما از یک ولایت به ولایت دیگه میرن درس میخوانن تا بتانن که فردای روز مسیر تمام شون به افغانستان و این معمول است. از کابل میرن به ننگرهار، از ننگرهار میاین به طرف قندهار و ولایت مختلف دیگه که ما جوانای خود را همیشه دیدیم. در این بخش برنامه بشیر احمد عزیزی رئیس مسئولین اتحادیه بغلان مقیم در ولایت فاریاب در کنار ما هستند. میخواییم که مشکلاتشان را، قصه هایشان را و سطح کیفیت درسی را در پوانتون های دولتی از اینا بشتیم. جناب عزیزی خیلی خوش آمدین، صبحتان بخیر. سلامت باشین. من هم یاد خدا با عرض سلام خدمت شما و خدمت همکاران تکنیکی شما و بینندگانی که هم اکنون ما را از پرده تلویزیون شما تماشا می‌کنند. سلامت باشین. انشاءالله که بخیر رسیدید. صبح مشکل خو نبود، ازدحام را بندی مشکلات دیگه او قدر زیاف نیب بر یک ده الی پنج دقیقه ازدحام داشتیم بستم. خب بسیار خوب. میخوایم در آغاز بدانم که از مشکلات شهرهای فاریاب جاوزجان اگر بر ما قصه کنید که شما زمانی که از بغلان میرین به جاوزجان، از جاوزجان میرین به فاریاب، تای مراحل راه را چیگونه سپری میکنین و چقدر مشکلات نامنی وجود داره؟ برای یک محصول هیچ چیزی مفیدتر از دوره تحصیل و تعلیم نیست. اما محصولین فعلی ما با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم میکنن، یکی از این مشکلات ناامنی است. مسیر شهرهای جاوزجان، در مسیر شهرهای جاوزجان فاریاب گروه مخالفین مسئله دولت برای دانشجویان چندین چک پوینت ها دارند که زمانی که ما از ولایت بغلان به ولایت بلخ سفر میکنیم در قسمت چشمه شیر و همچنان در قسمت رباتک، در اینجا با چندین چک پوینت ها زیاد سر میخریم و از ولایت بغلان تا ولایت فاریاب در تقریبا 93 و 94 مدت 4 الی 5 ساعت را بود، اما در 1397 98 12 الی 14 ساعت چیده و در مسیر شهرهای جوزجان فاریاب چندین چک پوینت های گروه مخالفین مسئله دولت است که در اونجا از دانشجویان کارت پانتون، تذکره و شناسنامه بعضی چیزا میخوانند. اگر دانشجویان از اهل تشنه باشند با مشکلاتی خیلی کلان مواجه میشوند. یا خب یعنی که اونا هنوز هم به مو فکر هستن که موضوع نژاد و موضوع قوم پرستی و سمت پرستی را بیشتر رویش کار میکنن. بله میخواییم که بدانم چند روز میرید به درس خواندن و چند روز هم در خانه میباشید، رفت و آمدتان زود زود است یا دیر دیر است؟ رفت و آمد ما تقریبا در یک سمیستری که ما در ولایت فاریاب میخوانیم تقریبا چهار نیم ما یک سمیستر میخوانیم، یک الی دو روز ما در سفر میکنیم. از دستی که راه اصلا هیچ آبادی نیست، تخریب خیلی زیاد شده داره. در مسیر را که از ولایت جوزجان تا ولایت فاریاب هیچ آبادی نیست، تخریب خیلی زیاد شده و تا ولایت فاریاب که ما میرسیم بسیار به یک تک و لرز میرسیم که در کدام قسمت ما پایین میشیم و زیر گلوله قرار میگیریم. میخوایم بفهمم که اونجا بس امکانات، لیلیه، جای بود باش، خوراک، تمامش بر شما معیاس از طرف تحصیلات عالی افغانستان، از طرف پوانتون فاریاب و همچنان مقام ولایت. در ولایت فاریاب دو لیلیه وجود داره، یک لیلیه مرکزی است، یک لیلیه میدانی هوایی. لیلیه مرکزی گنجایش 500 محصیله داره و لیلیه میدانی هوایی گنجایش 1500 محصیله داره. ما حالی از تنها از ولایت بدخشان 600 محصیل داریم در ولایت فاریاب، تنها از ولایت بغلان 300 محصیل داریم، همچنان از ولایت های مختلف از جنوب از غرب. چون اگر ما این را ضرب سه کنیم 10000 محصیل میرسه، اما ولایت فاریاب امکانات بیشتر نیست چون در لیلیه فاریاب از 2000 و بالا گنجایش بالا نداره. طبعا که ما با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم. از نگاه غذا محصیلی ما داریم که کرای ترانسپورت خدا نداره که از یک مسیر تا دیگه مسیر بره و از یک ولایت تا دیگه ولایت بره. چطور میتونه که در اوجه این مصارف خدا پیش ببره؟ یعنی که مصارف شما به دوش حکومت و به دوش وزارت تحصیلات عالی و پوانتون نیست، مصارفتان به دوش خودتان است؟ بله دقیقا. مصارف یعنی ما به دوش دلالیه شما غذا ندارید اصلا؟ نه، دلالیه کسایی که غذا داره و کسایی میباشه که واسطهشون خیلی قوی می داشته باشن. خب در غذا خوردن و غذا پیدا کردن هم واسطه نیاز است دیگه. دقیقاً دیگه همین توشیده فعلا. متاسفانه. خب میخوایم بدانم از این که سطح کیفیت آموزش در پوانتون های دولتی بخصوص در پوانتون فاریاب چطور است؟
در پانتونی فاریاب سطح درسی که برای ما در اونجا درسای ما تدریس میکنن استادای ما از نگاه امکانات درس و بوده باش خیلی بالا از دانشگاه فاریاب. دانشگاه فاریاب کتابخانه مجهز داره، فضای درسی داره، استادای مجهز همچنان ماستر و دکترا هم داره. از امکانات داخلی پانتون، از رئیس پانزه، رئیس دانشگاه، از یا کلش ما خوش هستیم و خوش یاد میکنیم. خب یعنی هیچ مشکل ندارین در خدمت کیفیت درسی و درس هایتان خوب پیش میره. نگفتید کدام پانزه شما میخوانید فعلا؟ ما صنفی سه هستم، دپارتمنت ژورنالیست میخوانم، دانشکده ژورنالیست هستم. ژورنالیسم میخوانید؟ بله جانا. بسیار عالی. فردا میخواهید که چیکاره شوید؟ میخواهید نطاق باشید، گوینده باشید، مجری باشید، یا هم در بخش های پشت صحنه مثلا تهیه کنندگی و کارگردانی و بخش های دیگه؟ شوق علاقه خودم بیشتر به نطاقی میباشه و چون کوشش هم میکنم تصمیم ماستری هم دارم که به یکی از کشورهای اروپایی هم سفر کنم. کیفیت تدریس ژورنالیسم چطور است؟ استادایی که اونجا تدریس میکنن چهره های آشنا هستن یا نه فقط در حد محل میشناسن اونا را؟ استادای ما که در اونجا برای ما درس تدریس میکنن در از کشورهای مختلف ماستری و دکترا دارن و ما چند تنها دو استادای ما از ولایت های مختلف میباشد که سه چهار تا استاد ما از بدخشان میباشه، دو تا استاد ما از کاپیسا میباشه، یک استاد ما از فاریاب میباشه. شش استاد ما هم ماستری دارن و هم دکترا. بسیار عالی. تشکر از اینکه تشریف آوردی عزیز صاحب عزیز. انشاءالله که موفقیت های زیاد براتان میخوایم. اگر کدام گفتنی خاص داشته باشی، پیام داشته باشی، میشه که همراه دوستا و تندارا شریک. سلامت باشین، زنده باشین. دیگه سپاس فراوان که از این مورد برنامه تان دعوت کردین. کدام گفتنی خاص ندارم. گفتنی ما برای هموطنهای ما ای است که دست خدا با یک دیگر بتیم تا افغانستان از بوران نجات بتیم. بخیر باشین. انشاءالله که موفقیت های بیشتر در درس خواندن تان به شما میخوایم. سلامت باشین. بخیر.